سلام خدمت کاربران خوب و همیشگی کانال لایف پورتال. تو این ویدیو قصد داریم یه سری بزنیم به گنبد سلطانیه که در استان زنجان قرار داره. گنبد سلطانیه آرامگاه سلطان محمد خدابنده است که توی قرن 13 ساخته شده. این گنبد در شهر سلطانیه که پایتخت ایلخانیان بود قرار داره و یکی از آثار مهم معماری ایرانی و اسلامی هستش. شهر زنجان یکی از شهرهای شمال غربی ایران محسوب میشه و دارای هوای کوهستانی و نسبتاً سرد هستش. گنبد سلطانیه در فهرست آثار میراث فرهنگی جهانی ثبت شده و در واقع این گنبد سومین گنبد بزرگ بعد از کلیسای سانتا ماریا و مسجد هگیا صوفیا است. این گنبد به قدری بزرگه که از فاصله دور میشه رنگ فیروزه‌ایش رو دید و در واقع شکلش که به صورت یک هشت‌ضلعی هست کاملا قابل تشخیصه. ارتفاع این بنا حدود 50 متر هستش و قطر دهانش هم حدود 26 متر. ما کم کم به محل این اثر تاریخی داریم نزدیک میشیم و همونجور که میبینین در اطراف این محل کم کم جمعیت بیشتر میشه. خب دوستان عزیز، ما وارد مکان شدیم. همونجور که میبینین دور این جاهایی که در واقع رفت آمد نباید انجام بشه یک حالت دیوار کشی انجام شده. بله، همونجور که میبینین اینجا دارن نماز میخونن.
الله اكبر بسم الله وبالله خب ما کمی از حال و هوای مذهبی این فضا دور میشیم. همونجور که مشاهده کردین اینجور بناها که در واقع یکی از نمادهای اسلامی هستند در ایام خاص مثل محرم و صفر که عزاداری امام حسین هستش، در واقع محل برگزاری و تجمع برای انجام مراسم‌های سوگواری اون در واقع مناسبت هستش. خب ما بالاخره در رو پیدا کردیم و وارد شدیم. در واقع میشه گفتش که نحوه ساخت این آرامگاه تو اون برهه زمانی با توجه به اون امکانات یکی از در واقع نقاط عطف معماری ایرانی که در واقع یه سبک جدیدی رو تو معماری به وجود آورده که از معماری دوران سلجوقی جداش میکنه. حالا ما بریم که کم کم نزدیک بشیم به این بنا و خب بالاخره خب چون بنا به شدت قدیمیه شما همواره داربست و یه سری چیزهایی که در واقع برای ترمیم دوره‌ای این بناها هست رو میبینید و این به معنی این نیستش که حالا این بنا رو در واقع رسیدگی نمی کنن. به قدر این بناها حساس هستش که شایدی تا چند کیلومتریش اگر مثلا یه کامیونی رد بشه ممکنه ایجاد ترک یا مثلا یه نقصانی توی بنا ایجاد بکنه. شما به این زاویه ها و گنبد ها نگاه کنین که چقدر دقیق و زیبا کنار هم چیده شده. دیوارها رو نگاه کنین، قشنگ حالت ماژولار ساخته شده و در واقع دیوارها از دور به نظر پیوسته میاد ولی وقتی که نزدیک میشیم میبینیم که با یه پلن قبلی هر قطعه از دیوار به صورت یه ماژول داخل کل این بنا قرار گرفته. البته خب میبینین دیگه، مثلا الان اینجا یه زیرگذری هستش که به نظر میومده که یه زمانی در واقع حجره هایی بوده و الان تقریبا تخریب شده.
همونجور که میبینین این بنا دارای دو دور تزئینات هستش که دور اولش تزئینات آجوری هستش و در دور دوم به صورت کاشیکاری با آیاتی از قرآن و نام خدا و پیامبر اسلام و حضرت علی و نام سلطان های اون زمان تزئین شده. یکی از چیزهای جالبی که تو تاریخ این بنا هستش این هستش که در واقع سلطان محمد خدابنده بعد از یک مدتی دستور پوشوندن کاشیا با گچ رو انجام میده. همونجور که میبینین ما میتونیم این بنا رو به سه قسمت در واقع تقسیم کنیم. یک بخش ورودیه که در واقع این بناهایی که حالا نیمه تخریب شده است رو میبینین، یه بخش تربت خونه است که در واقع داخلش قرار داره و یه قسمت سردابه است که فکر میکنم اون دریچه های گنبدگونهی که زیر زمین دیدیم ورودی سردابه شون باشه. من در اینجا تشکر میکنم از تمام کسایی که با کامنتاشون و لایک ها و سابسکرایب هاشون ما رو تا این لحظه حمایت کردن، پیام های دلگرم کننده ای برای ما ارسال کردن. ما سعی میکنیم جاهایی که شما توی کامنت ها از ما میخواین رو هم ازش ولاگ تهیه کنیم. یکی از کارهایی که ما حالا داریم انجام میدیم این هستش که سعی میکنیم با بالاترین تکنولوژی روز از بناها و مکانهایی که حالا به نوعی جاذبه های کشور عزیزمون ایران هستش برای مخاطبینی که حالا به هر دلیلی دسترسی به این اماکن ندارن و یا حتی دوست دارن بیشتر در موردش بدونن محتوا تولید کنیم. شهر سلطانیه نخستین بار توسط ایلخانیان که یکی از اقوام مغول بودن ساخته شده که در واقع اونا بعد از اینکه اومدن ایران و در واقع تبریز رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب کردن، دشت وسیع و سرسبز سلطانیه کنونی رو برای شکار و گذروندن فصل گرم که در واقع ییلاقشون می شده انتخاب کردن. تا اینجا همونجور که می بینین یه بخشی از تاریخچه این گنبد زیبا رو نوشتن که من حالا سعی کردم تا حدودی براتون معرفیش بکنم. من واقعا پیشنهاد میدم که اگر واقعا میخواین از زیبایی این بنا لذت ببرین حضوری به این مکان بیاین، چون واقعا از لنز دوربین نمیشه تمام عظمت و زیبایی های این بنای تاریخی رو به نمایش گذاشت.
خوب که به دیواره های این بنا نگاه می کنیم، آثار ترمیم هایی که قبلا انجام شده رو میشه تشخیص داد. شهر زنجان از شهرستان‌های استان زنجان می‌باشد. مرکز این شهرستان در واقع شهر زنجان هستش که طبق آخرین سرشماری که انجام شده حدود 500,000 نفر جمعیت داره که این جمعیت 500,000 در قالب حدود 160 خانوار دسته‌بندی میشن و از این جمعیت حدود 263,000 نفرش در واقع جمعیت مردها هستن و مابقی خانم‌ها رو تشکیل میدن. من سعی میکنم که تمام زوایا و تمام جنبهای این بنا رو براتون فیلم برداری بکنم.
ما کم کم میریم، یه مقداری هم براتون از محیط اطرافش فیلم برداری میکنم و بعد از حضورتون مرخص میشم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگر از کانال ما خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشین. تا دیداری دیگر، بدرود.